دوستان همراهان عزیزم سلام عرض میکنم خدمتتون. من مهدی شریعتی هستم از تورنتو کانادا. امروز میخوام در مورد یه تکنیکی به نام تکنیک چراغ گاز یا گس لایتینگ صحبت کنم. این تکنیک از فیلمی به همین اسم که در سال 1994 ساخته شده گرفته شده و وارد ادبیات روانشناسی شده. داستان این فیلم در مورد یک شوهری هست که به دنبال یک نقشه مجرمانه به همسرش میقبولونه که روان پریش هست تا از این طریق بتونه به اموالش دسترسی پیدا بکنه. برای رسیدن به چنین هدفی مرد چراغ‌های گاز خونه رو دستکاری میکنه و وقتی همسرش به کم و زیاد شدن نور چراغ‌های گاز اشاره میکنه، مرد ادراک و حس خانمش رو به چالش میکشه و طوری وانمود میکنه که انگار چنین چیزی اتفاق نیفتاده. یا مثلا تابلو نقاشی رو در خونه جابجا میکنه و به همسرش میگه تو این کارو کردی و یادت نیست. این پدیده آروم آروم اتفاق میفته و به همین خاطر قربانی هرگز متوجه نمیشه که تا چه حد ذهنش شستشوی مغزی شده. اینجور آدم ها همیشه چنین جملاتی رو زیاد استفاده میکنن. تو زیادی حساسی یا تو همیشه از کاه کوه میسازی. فرد آزارگر این توانایی رو داره که کاملا ماهرانه احساسات طرف مقابل رو دستکاری کنه و باعث بشه در برابر کاری که انجام داده، کاری که کاملا درست و بدون خطا بوده یا اونقدر هم مهم نبوده، احساس شرم و گناه بکنه. چنین افرادی طرف مقابل خودشون رو همیشه به دروغ، پنهانکاری، خیانت یا انجام اشتباه کارها متهم میکنن، در حالی که خودشون به وضوح این کارها رو انجام میدن و این احساس گناه رو در دیگران به وجود میارن تا طرف خیال کنه که دیگه لایق عشق و محبت نیست. این افراد به طور موذیانه ای این حس رو به طرف مقابلشون منتقل میکنن که مقصر تمام رفتارهایی که با شما میشه خود شما هستید. اونا دروغگوهای بسیار ماهری هستن و با القای حس عدم قطعیت در قربانی هاشون اونا رو نسبت به شعورشون از واقعیت مشکوک میکنن. همین باعث میشه تا قربانی به شکنجهگر وابستگی بیشتری پیدا بکنه و از اون بخواد تا در گرفتن تصمیم درست بهش کمک بکنه. قسمت خطرناک این داستان اینه که اغلب این تصمیم درست تصمیم نادرستیه که شکنجهگر میخواد به خورد قربانی بده و به همین دلیل به مرور شرایط سخت‌تر و بدتر میشه. در شدیدترین حالت قربانی تمام حرفهای شکنجهگرش رو میپذیره و دوستان و خانوادش رو کنار میذاره و منحصراً از دستورات شکنجهگرش اطاعت میکنه. به تدریج انتظاراتش از اطرافیانش کم میشه و خیال میکنه که شایستگی برخورداری از رفتار محبت‌آمیز رو نداره. نکته تلخ این تکنیک اینجاست که وقتی قربانی متوجه آزار و اذیت شکنجهگر میشه و سعی میکنه آزارگر رو ترک بکنه، آزارگر از تکنیک جاروبرقی استفاده میکنه و به قربانی میگه که چقدر زیاد دوستش داره و ویژگی های مثبتش رو تحسین میکنه و توضیح میده که چطور قرار مسائل بینشون تغییر کنه. اما به محض اینکه قربانی تصمیم میگیره دوباره توی رابطه بمونه، دوباره همون رفتارهای قبلی رو تجربه میکنه و در نهایت اگر قربانی بتونه از چنین رابطه‌ای بیرون بیاد، به خاطر چنین تجربه بسیار تلخی ممکنه دیگه هرگز نتونه وارد رابطه دیگه ای بشه. خیلی ممنون از اینکه با من همراهی کردید و از اینکه این ویدیو رو برای سایر دوستانتون هم ارسال میکنید صمیمانه سپاسگزارم.